سامان یاسین حاجی، بریم ریاکشنش رو بگیریم. درود، پدرامیتو هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. حالا که توماج آزاد شده، یه پست از سامان یاسین دیدم، خیلی هم کامنت کرده بودن بچه های کرد ایران که آقا از سامان یاسین ریاکشن برو. اون موقع من هی به همکار عزیز میگفتم که بیایم ریاکشن بریم، هی میگفت نه و فلان و بهونه و این داستانا. سامان یاسین حاجی آفیشیل میوزیک ویت سابتایتل 2022 داده. این بچه هنوز تو رنجه، تو عذابه، توی حبسه. امیدوارم که زودتر آزاد بشه، هممون آزاد بشیم، همه آزاد بشن، همه مردم ایران، همه اسیرها آزاد بشیم از بندها، از وابستگیها، دلبستگیهای کیری. حالا بعضی دلبستگیها خوبه، بعضی وقت بعضی دلبستگیها مثل دلبستگی به سیگار کیریه دیگه. باید دلبستگی و وابستگیهامون و اونایی که مشکل داره، کلا آزادی، شکسته شدن زنجیرها آرزوی این روزهامه. خیلی خب، بریم ببینیم این بچه یه سال پیش چی کار کرده. 5 دقیقه و 26 ثانیه هم ترکه. سامان یاسین حاجی، دختر انگار موتور سواره. آری دختر است. آچه آوی لیلی لولا نبز استودیو. نبز استودیو، ارنجمنتش امیر علی خانی. رخای کردا خیلی ترسناکه. منو اگش قدرم کردم، هنجرم قلقم کردن، خوشیرم قدرم کردن، این حیوان سرتم کردن. خوشیرم خوشیلم نموه سکوت قان نیوم. آها، سابتایتلش هم کردیه، کاش فارسی بود که میفهمیدیم. البته تقریبا قابل فهمه، تا اینجا شو تقریبا فهمیدم 60-70-80% شو. سکوت قان نیوم و میر رسم پار نیوم، سر تا پام زخم عمیقه، بعضی زخمیل بخیه نیوم. قشنگ تو کردی هم انگار فارسیه، یا این لوریه. بچه های کرد یا لور بنویسید که من فکر میکنم کردی باشه، ولی خیلی نزدیک فارسیه. دیوار کشان، همه چیزش رو تقریبا دارم میفهمم، فقط انگار فارسیه با لهجه است، یه همچین چیزیه. عاشق این به گفتن کردم. دیوار، و مثل دابلیو میگن، دیوار و نمیگن، و میگن آی وان دیوار. خیلی باحاله، خیلی سکسیه. جام شکان من پشت من رفیق قلبی اویش خنجری تا دست چقان، زخمیل سینم وا کرد، کودک درونم دیپا کرد، عشق چود کودک درونم دیپا کرد. متوجه نشم، ولی خب فلو خوب، صداش هم خوبه، رخش قشنگه. این بچه آید به آزادیش. ولی به شرفم نفروشام این پیابان پاسا، خدایی بیش گورا ساجی، زمین گرد این میدان امام. زمین گرد این میدان امام. هر شو هر شب بیدار تا دم صبح، من این نامردی بلدم ولی خب. میگه من نامردی بلدم ولی خب، بیدار تا دم صبح، من این نامردی بلدم ولی خب، مجروح جنگ نابرابرم، مبارزم ولی حامی صلح. آفرین، حامی صلح. میگه تو جنگ پاره شدیم ولی خب دنبال صلح هم میگه. امید به، اصلا من نمیدونم چرا اینقدر ما مملکتمون قارش میشه. یعنی بعضی وقتا نگاه میکنم به طرف نروژیه، همین ترکیه، خودمون که ترکیه، مردمانش راحت تر دارن زندگی میکنم و خیلی تو رنجیم بابا. خالشو گریدم. این ویدیوه مثل اینکه بعد اینکه گرفتنش درست شده انگار، به نظرم یه همچین چیزی جلوه میکنه. نه باز چرا کسچر میگی؟ خودش توی ویدیوه دیگه. مریضم
چون مریضم کرد. چقدر موهاش خوبه لعنتی، من کچل حسودیم شد. سر پا بیم سینه خیزم کردم، این شیشه بیم تیزم کردن، مقصر منو هیزم کردن. هیزم کردن مقصر نیستم، منو هیزم کردن. اینقدر تفکیک جنسیتی کردن ما رو از بچگی، خب آدم هیز میشه دیگه. اصلا هر چیزی از انسان بگیری نسبت به اون اشتیاقش بیشتر میشه. نمونه شما توی جامعه، اصلا چرا یه جامعه، برو به داداش کوچیکترت، خواهر کوچیکترت بگو از امروز سرتو نخارون، حق نداری سرتو بخارونی. یا تمام فکر و ذکرش میشه سرخاروندنش، که کاش بره من زودتر سرمو بخارونم. همینه دیگه، هر چیزی رو تفکیک کنی، از آدم دور کنی، هی اشتیاق پیدا میکنه سمتش. ببینید دیر دینو هی کردن تو حلقوم و بالا و پایین، هی دارن فرو میکنن تو رسانه، خیابون، دیوار، همه جا زده شدیم. هر چیزی تو آدم فرو کنی زده میشه، هر چیزی از آدم جدا کنی بگی نه حق نداری، اشتیاقش به اون بیشتر میشه. این قانونش هستن. میتونید رو خودتون امتحان بکنید، رو برادرتون، رو دوستتون امتحان بکن. وای اون آوای کسخل میکنه، نه خیلی باله. اوش خو گرز باقی و گرانی هست چنی ولی خانواده اومد دفاع بکی تا که جوانی رم تباب گیرم باید و دواره بوسی دلام جل خرج نهری توی هوا بخوی ولو خرج خمیشتی. هیچی نفهمیدم چرا دروغ بگم و ناف خرج خمیشتی من یه واند فقط روزنامه سنم کار نیه چه بکم خدا واره غره از سواردم خواب بپا ایمایی به جیر پونس جایی که ونو نقشه نیه یه زانم شاید. نمیدونم ما زیر پونزیم، اونجایی که زیر نقشه نیستش همچی چیزی. بعد بیت هم خوبه ها، بیت پر روه ها، بیت قدره. چشو عبروی داری تو پسر، امید به آزادیت، ولی قیافش خیلی حسد برانگیزه. بازم بی ناموسو. خونه رو فکر کنم پلمب کردن. آقای شهردار خسته نه. چقدرم بازیگراش خوبن. آقای شهردار خسته نباشی. متعالی متعالی. بود بیوشی کوتاه‌تر بسازن ارتفاع سطلاش خالی. آخه خیلی کسی ندارن. خیلی لنگ شام و نهارن. اونم این سطلاش میگه این سطلاش خالا رو فکر کنم شما هم فهمیدید. سطحش پایین‌تر بگیرید که بچه هم بتونن، یعنی قد کوتاه هم بتونن برن توش. ارتفاع بلند و سطل خالی. سوارم زیاد آمار بیکاری. میگه حتی سطلای آشغالم خالیه. دیگه این چه وضعیتیه؟ میگه به خنده های من نگاه نکنه، این خنده از هزار تا گریه غم انگیز تر است. روز روز دل زیاد تر و بو قرنطینه گرد جیب خالی. خیلی وقت قرنطینه این بعد دنیا حادثه یه بر بیست و وقت هدف اما بهش فقط حوریه. بهش فقط حوریه ریاش نمال ری خیلی باله، سکسیه. کردی به نظرم خیلی سکسیه زبونش. واو وی وو جیوو خیلی جذابه. یعنی حالا الان میریزید میدونم نیه کرده قاطی میکنن خفه یه به زبون ما تو این نگان سکس نه نه سکسیه من. نه بابا منظور تعریفه، چیز بدی نگفتم بابا، نزنید منو. من مادر بزرگم، یعنی مادر مادرم، از اون کردهی بود که رضاخان تبعید کرد به کلاردشت، یعنی از این کردهای کلن رگ کردی درونمون، درونم هست اینقدر اینجوری کرده. بعد یه نکته که میخواستم بگم، خیلی از کرده از رضا پهلوی، یعنی کلا پهلوی ها شاکی هن که میگن آقا یه چند تا از سردارای کرد و کشته اعدام کرده. ببین من نمیخوام بگم اون آدم خوبی بود یا نه، اون 4-5 نفر رو کشته، 10 نفر رو کشته، این جمهوری اسلامی چند هزار نفر. شما چرا نمیخواین با دشمن اصلی مبارزه کنی؟ یعنی بعضی وقتا آدم برای اینکه اون دشمنی که داره هزار نفر میکشه رو برای اینکه شکست بده، باید بره با یه دشمن دیگه‌اش که میدونی دشمن من دوست منه. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ و الان تنها آلترناتیو، تنها چیزی که مخالف جمهوری اسلامی، یعنی میشه باهاش مردم رو متحد کرد، پهلوی است.
است و بست. به نظرم چیزیه ای نیست تو دستمون که بتونه یک پارچه مردم رو دور هم جمع بکنه بریزیم تو خیابون. به این نکته توجه کنید. و اینکه مهارضا پهلوی اگر برای کردها ارزش قائل نبود، اون موقع ماشین سیتروئن رو اسمشو نمیذاشت جیان، یعنی زندگی کردی دیگه، اسم کردی گذاشت روی یکی از محصولات اون موقع. حالا الان نیا نکنه جیان ارزش نداره، اون موقع بهترین جزء ماشینای خوب بود دیگه، رده بالا بود، اسمشو گذاشت جیان، اسم کردی گذاشت. به این نکته هم یعنی فقط منفیا رو نبینید، مثبت های طرف هم ببینید دیگه، چهار تا حرکت خوب هم زده دیگه. بعد وضعیت معیشتی مردم کردها در زمان شاه چطور بود، الان چطوره، به اینها همش باید دقت بشه. یه دو تا چهار تا بکنید ببینید، خب سبک سنگین کنید. من میگم باید از آدم از چاه اندر بیاد بیفته تو چاله حداقل. شما اینجوری نیستش که ما اینو میخوایم که آقا از چاه اندر بیایم بریم روی سکوی طلا بشینیم، نه نمیشه، لول لول باید بیایم بالا. الان برای اینکه از چاه ان جمهوری اسلامی خارج بشیم نیاز به پهلوی داریم، متاسفانه یا خوشبختانه، که مردمو یک پارچه اینجوری بکنه. و نه اینکه بخوایم بگیم نه تو گوه خوردی، اونم گوه خورده، مسیح علی نجات گوه، همه گوه خوردن، هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. جمهوری اسلامی هم همینجوری به کشتار رو ظلمش ادامه میده، چه در حق کردها، چه در حق لورها، چه عرب ها، این بر اون بر، همه چی همه رو اذیت میکنه. صورت یکی خداست، هر چی شاگرد الان رساست، هر کی راستی باید خاک کنیم، باید این داشتی خاک ما تلاست، ولی داشتی دشمن بی قصد داشتی کنیم. اینو راست میگه، معادن طلا توی منطقه کردستان یعنی تو کوههای زاگرس خیلی زیاده. نیم گره مردانگی نیاش، ولی داشتی یه تون وزنی بی دوره دوره یه برچروه، یکی بستن یکی ضروره، چشتی رسیم الان، هر کی باید به ناموسم بزن دروه، ای در دل عادی رامان لار نمیریم کافی رامان. بعد یه نکته میخواستم به کردهای جدایی طلب بگم، اینکه ایران اگر آزاد بشه که میشه، من خوب میشه ها، یعنی اونقدر خوب میشه که همه دوست دارن بچسبن به ایران. اینو بهتون بگم، خیلی اتفاقات خوبی میفته، مثل امریکا، ایالات‌های متحده امریکا دیدی با هم دیگه خفنن، جدا بشن اون همه قدرت رو از دست میدن، اون قدرتی که باید داشته باشن رو از دست میدن. نگاه نکنید الان وضعیت تخمیه، جمهوری اسلامی تخمیش گرده، و نه اگر مملکت درست باشه همه چیز شیر میشه، همه چیز با هم دیگه تقسیم میشه، از هر استان به اون یکی استان میرسه، از خاویار استان گیلان به همه ایران باید برسه، اینجوری داستان. تو که دستان و جیب پدر خمبی در رای لقمنان، یکی فیگ یکی مال کوشه، یکی و نداری خوی کشه، یکی اره پول پیش مال آگهی بودی کلیه فروشه، یا نگش بیا سخده دلم، اگر قصهش نکم خون مرم، شاید فکر که فرق باشم، ولی و خودم خیلی و تو شرطرم دایمی. این که میفهمم نمیفهمم اذیتم میکنه، اگر کامل نمیفهمیدم میگفتم خب کاملا نمیفهمم، ولی اینکه یه چش تا میام بفهمم نمیفهمم، بعد میام نفهمم میفهمم، این داره اذیتم میکنه. شکیومین خواهد بی پناه مین خواهد بی دفاع مین خواهد وجی رو بسم درد برم کرد دایی گل خراو مین خواهد چنی حال مادی خوب نیم این خواهد خیلی باله نواه خیلی بال بود لعنت و باز و بانی بانشر همیشه فرجیه فقط ای خواهر سکه آنتنیه بکنم گفت همه جا خوبه فقط خاورمیانه آنتن نمیده اگه اشتباه نکنم. آه. اصلا ایران اگر کرد نداشت تا الان 10,000 بار به گاه رفته بود، یعنی ایران نیاز به کرد داره، اصلا نیاز به همه داریم. من همیشه گفتم ایران مادرمون، ایران مادر، نیاز به همه فرزنداش داره، به کرد نیاز داره، به ترک نیاز داره، به گیلک نیاز داره، به بلوچ نیاز داره، به عرب نیاز داره، میدونی بچه هاشیم دیگه، بچه هاشن دیگه. چه صدای باحالی، چه انرژی تو اون صدا هست، دعایی که داره میکنه به جون آدم میشینه. ناخواسته کاری کردن، بعضی وقت آدم ناخواسته اشتباهی میکنه. شهر رو منال گل فروش بدبختی خانه به دوش آجی خور
بعد چقدر ویدیو خوبه، چقدر کادرها خوبه، فیلم برداری ها، اکتا، همه چیز عالیه، بازیگری ها خیلی خوبه. تک و دیوار خیلی نمکه. بعد چقدر میکس و مستر خوبه، خیلی خوبه، خیلی کار قدره، خیلی خفنه. روز داریم بری ولی ما جهنم زد. این یه تیگر دوستم داری بری خیلی خوب بود اینجاش نفهمیدم چیکار. هر روز داریم بری ولی ما هر روز داری بری میریم نمیدونم چی. جهنم زمین ما هر روز فاتحه خوما خوانیم فکرشید. هر کس فاتحه خوما خوانیم، یعنی هر روز فاتحه خودمونو میخونیم. خنن و پیمان خدایا این شهر فیلتره صدا ما شرفی یا نه. این شهر فیلتر هم میخندم ببخشی، ولی خب میدونی دیگه کار از عصبانیت هم گذشته دیگه، باید بخندن یه کسخل شدیم به این مرحله رسیدیم. باره حال گش خراوه تو حالت خوب و بانه و دیش تحریم و نو فیلتر دقیقا جور ایما که اول و آخر مریم جهنم اصلا یه سال زیده یه سال زیده. با تشکر از یونس باباخانی و ایدر فرامرزی و او چقدر هم دست اندر کار داشته، 30 نفر. با امید روزی که فقر و فلاکت در کشور عزیزم ایران ریشه کم بشه. این میگن یک کرد ایرانی که مادرش ایران رو دوست داره. عشق منی، دمت گرم، دمت گرم جان جوانی، امید به آزادی خودت عزیزم. هی خدای بزرگ. مرسی که با من بودید. شرمنده نمیتونم ضرب و مثل بگم، مخم برای ضرب و مثل نیست. با لایک و کامنت و سابسکرایب اگه دوست داشتید منو حمایت کن. یه دعایی هم بکن برای تمام زندانی ها، علل خصوص یاسین عزیز، سامان یاسین.